روزنامه الحیات لندن نوشت مریم رجبی در گرد همایی پاریس و در کنفرانس مطبوعاتی خود قبل از این گرد همایی بر شعله ور شدن قیام در شهرهای ایران و ضرورت سرنگونی رژیم ملاها تاکید کرد. الحیات لندن. در حالی که مردم خرمشهر تظاهرات کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دادند، شرکت کنندگان در گرد همایی سالیانه بزرگ مقاومت ایران در پاریس تأکید کردند قیامی که در شهرهای ایران جریان دارد تا سرنگونی رژیم تهران و خلاصی مردم ایران از استبداد و قهر این رژیم ادامه خواهد یافت. خانم مریم رجبی گفت این هفته تهران به پا خواست و دیکتاتوری مذهبی حاکم را به لرزه انداخت. همچنین بیشتر شهرهای ایران ملتهب هستند. قیام کنونی اثبات کرد که چرخ تغییر در ایران به حرکت در آمده است و هیچ چیز نمیتواند اراده مردمی که برای نیل به آزادی عزم جزم کرده اند را متوقف کند. مریم رجبی روز شنبه در دیدار با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در پاریس گفت ایران صفحه‌ای در تاریخ خود ورق زد و رژیم توان جلوگیری از ادامه و گسترش دامنه قیامی که 6 ماه قبل شروع شد را نداشته است. وضعیت به قبل باز نمی‌گردد. خانم رجبی افزود قیام مردم ایران با موفقیت و با مشارکت کانون‌های شورشی قیام که آنها را سازمان مجاهدین خلق در سراسر کشور سازمان داده است به پیش می‌رود. مردم ایران عزم جزم کرده‌اند که این رژیم را با همه جناح‌هایش سرنگون کرده و یک جمهوری مبتنی بر پلورالیسم و مبتنی بر آراء مردم و جدایی دین از دولت برپا نماید. رجوی درباره گرد همایی پاریس گفت پیام من در این گرد همایی رو به مردم کشورم در سراسر ایران این است که این رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت خود می باشد. من آنها را به گسترش کانون‌های شورشی قیام برای سرنگونی این رژیم فرا می خوانم و تأکید می کنم که تغییر رژیم تنها به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیر خواهد بود. این امر اکنون بیش از هر زمان دیگر در دسترس می باشد. آینده ایران بعد از رژیم کنونی درخشان و خالی از اعدام، شکنجه، تبعیض و سرکوب می باشد. مریم رجوی افزود پیام من به جامعه جهانی این است که مبارزه مردم و مقاومت ایران را برای پایان دادن به این دیکتاتوری مذهبی به رسمیت بشناسید و این کمترین کاری است که میتوان برای جبران خسارت‌های وارده به مردم ایران به دلیل سیاست مماشات با رژیم ایران طی سالیان انجام داد. وی خاطر نشان کرد که تهدیدات برنامه‌های اتمی، موشکی و تروریستی رژیم ایران و دخالت‌هایش در منطقه فقط با سرنگونی این رژیم و محقق شدن دموکراسی در ایران برطرف خواهد شد. باید این رژیم را به خاطر نقض حقوق بشر مورد حسابرسی قرار داد. وی به اعمال تحریم‌های نفتی و مالی علیه این رژیم و متوقف کردن تجارت با وابستگان به سپاه پاسداران یا مؤسسات وابسته به خامنه‌ای فراخواند و بر ضرورت فشار بین‌المللی به منظور توقف سرکوب مردم ایران و پایان دادن به صدور تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه تأکید کرد. خانم رجوی در خلال سخنرانی خود در این گرد همایی بالا گرفتن شعله قیام در ایران را خجسته توصیف کرد و تأکید نمود که شهرهای مشهد، شیراز، قشم، بندرعباس، کرج، کرمانشاه تا شهریار و اسلام شهر و کاشان و عراق و اصفهان و رام هرمز علیه این رژیم مجدداً قیام کردند. خانم رجوی گفت
شعله قیام خاموشی نمیپذیرد، بیوقفه ادامه دارد، دائما گسترش و عمق پیدا میکند و امروز تهران تبدیل به شورشی ترین شهر جهان شده است. خروش شهرها و جوانان شورشی ضربان قلب ملت ایران در شوق آزادی برای یک ایران آزاد است.